أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده آقای گرز پرست هستم، از دهات اومدم 25 کیلومتر فاصله و آقای پوریا از من خواستم امروز به جای گوینده شما براتون بزنم. راستیتش بنده چند روز پیش روی تخت خود دراز کشیده بودم و به یک مسئله جالبی برخوردم در ذهن خیش و اون رو برای شما بازگو میکنم. امروز میخوام یکی از نوستالژیک ترین و حتی یکی از دارک ترین آهنگ های تاریخ موزیک ایران رو براتون تحلیل کنم. منظورم آهنگ کل هست که واسه این که این ویدیو لیمیت نره توش از اسم دوم آهنگ استفاده میکنه، یعنی برج میلاد. برای اینکه با موجود سبز ما همبستر نشید، لایک و ساب یادتون نره. احتمالاً اولین باری که این آهنگ رو شنیدم برمیگرده به 7 سال پیش. به تخمم اون موقع ها تازه با رپ فارسی آشنا شده بودم و در کنار محسن یگانه هر از گاهی آهنگ های یاس رو گوش می دادم. اون زمان ها از نظرم سبک رپ سبکی بود که انگیزه می داد و به رخدادهای جامعه اعتراض می کرد. یادم وقتی برای اولین بار کلمه فاکش رو تو آهنگ من ادامه می دم یاس با حجم بالای سانسور شنیدم، آدرنالین زیادی تو بدنم تولید شد که احتمالاً واسه این بود که اولین باری بود فوش میشدیدم تو آهنگ. یه چای بیا؟ 25 کیلومتر آمده، چای بیا؟ من از این سوسول بازی ها بلد نیستم. در همین زمانها یکی از خدا بی خبری آهنگ برج میلاد رو برا فرستاد. بعد از اولین بار که آهنگ رو گوش دادم، تک تک سلول های مغزم اووردوز روحی کردند. حالا شاید بگید چرا؟ 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 تو تحلیل بهتون میگم. بریم برای تحلیل. ببر شما صحبتتون بفرمایید. آره اصلا نمیشه که برم آروحان دکان باز شده کنار. دوستان به صندلیاتون مستقر باشید. بفرمایید دیگه. آقای نماینده که عقبت به ما کردید به نماینده عزیز کنید. بفرمایید به صندلی. آقای همتی همت به کنار. همکاران این شان منزلت نمایندگان است. آقای همتی نماینده سیمنا. پیدا کردن بانوان خالق این اثر واقعا خیلی خیلی سخت و شاید غیر ممکن باشه و احتمالا تنها مرجع ما اسامی روی آهنگ و احتمالا تصویر روی کاور باشه. و اما کاور، یکی از دیوانه کننده ترین کاورهای تاریخ که بیشتر شبیه تبلیغات قاتلای دارک وبه، با یک بک‌گراند سیاه و یه متن وسط کاور که نوشته نانا. این که بانوان روی کاور اسمشون چیه رو نمیدونم، ولی هر وقت به چشمای بانوی سمت راست خیره میشم یه ندای ترسناکی از اعماق وجودم فریاد میزنه تو یه کسخولی. آهنگ که پلی میشه ثانیه 7 با شنیدن اسم عذرا مغز وارد دوگانگی میشه. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم عذرا خانم. اینجا مغز شروع میکنه به تحلیل که عذرا کیه. اگه یکی از رپراست پس اسامی روی آهنگ یعنی نانا و رومیتا کی هستن؟ آیا اسم آهنگ سازه؟ اصلا چرا باید اسم یکی عذرا باشه؟ یعنی تو همین شروع آهنگ درگیری های ذهنی شروع میشه.
ورس اول، عذرا با یه صدای ملودیکال اقدام به توصیف آلت تناسلی زنانه اش کرده و به واژن لیسان اطرافش شرایط روابط عاطفی و جنسی رو بیان میکنه. عباس بو عذار یه تیکه ای از ورس یک تو بش وکال یه صدا میاد که معلوم نیست اسم آهنگسازو میگه یا قول رضا پیشروه یا فش میده یا چی نمیدونم. شروع ورس دو. واقعا هدف افت چی بود که اسمشو با این غلظت تو شروع آهنگ میگه؟ واقعا اسامی روی آهنگ یعنی نانا و رومیتا هیچ شباهتی به افت و عذرا ندارن و این یکی از هزاران مسئله بحث برانگیز این آهنگه. افت ورسشو با خشم زیادی همراهه. یه جوری میشه گفت ترکیبی از دیسلا و دیس ناموسیه و به نظر میاد داستان از این قراره که یک پسر قصد داشته با دوز و کلک با افت رابطه جنسی برقرار کنه و بلافاصله متواری بشه که از شانس بد این پسر افت میفهمه و در این آهنگ پسر مورد نظر رو مورد حمله قرار میده. آره دیگه، این مسئله بود که بسیار ذهن بنده رو درگیر خودش کرده بود. این مادر قبم آخر چای نیورد برام. من 25 کیلومتر از دهات اومدم. هرون زاده چای بیاره. بی ناموس هیچ نداره. خب از شما بروم که سر مزرعه کس خر بزنم. خدافظ.